درود بر شما، با 180 ثانیه جمعه 1 دی ماه همراه ما باشید. شهر کتاب مرکزی تهران را در ادامه سرکوب برای حفظ پوشش اجباری زنان پلوب کردند. این واحد صنفی روز پنج شنبه 30 آذر ماه برنامه‌ای با عنوان جشن یلدایی شهر کتاب مرکزی برگزار کرده بود. شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان نفیسا سعادتیار شهروند بهایی ساکن این شهر را به 1 سال حبس محکوم کرد. خانم سعادتیار به اتهام تبلیغ علیه نظام علاوه بر حبس تعزیری به 4 سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم شده است. گروهی از اسرائیلی ها با در دست گرفتن بنر و تجمع در مقابل کنسولگری آمریکا در مرکز بیت المقدس خواهان آتش بس در جنگ غزه شدند. در این تجمع آنها تصویر فلسطینی هایی که طی جنگ اسرائیل و حماس کشته شدند را در دست داشتند. در حالی که پیشتر برخی از مقام های جمهوری اسلامی مدعی شده بودند که گشت افراد موسوم به حجابان برای اعمال حجاب اجباری خود جوش بوده، دبیر شورای انقلاب فرهنگی اذعان کرد که این افراد به صورت سازماندهی شده به خیابان ها گسیل شدند. عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگویی از آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی تذکر لسانی حجاب اجباری می‌نامند دفاع کرد و گفت این روش عقلایی است. فاطمه سپهری زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد با وجود وضعیت جسمانی نامساعد از رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده و مقام‌های امنیتی و مسئولان زندان از اعزام او به بیمارستان جلوگیری می‌کنند. سازمان بهداشت جهانی سویه GN1 از ویروس کرونا را قابل توجه توصیف و پیشنهاد کرد به منظور جلوگیری از گسترش بیشتر این سویه شهروندان دوباره به عادت استفاده از ماسک بازگردند. دولت هند و برخی از ایالات آمریکا از جمله ایندیانا به شهروندان آسیب پذیر توصیه کردند که دوباره از ماسک استفاده کنند. سازمان بهداشت جهانی تاکید کرده واکسن‌های موجود کرونا از موارد شدید و مرگ در اثر این سویه جدید جلوگیری می‌کنند. وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت که عملیات حذف یفگنی پریگوژین مؤسس گروه واگنر توسط دبیر شورای امنیت ملی روسیه سازماندهی شده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جریان آن بوده است. چندی پیش پوتین ادعا کرد پریگوژین و یارانش گویا تحت تأثیر مواد مخدر خودشان با نارنجک هواپیما را منفجر کردند.